جان بیور ترس و هیبت خدا راهی حیرت انگیز ترس سالم خدا دگرگون کننده زندگی شما هفته دوم روز اول ارزش شما این بخش شامل برخی موضوعات جدی و احتمالاً محکوم کننده خواهد بود بنابراین پیش از ادامه دادن بیایید کمی مکس کرده و به جرفای بیشتری از محبت خدا دست یابیم. بحث را با جمله عمیق و تقریبا ترسناک از عیسی شروع می کنم که بخش مهمی از گفتمان ما را در این فصل تشکیل می دهد. اگر کلام او را بدون در نظر گرفتن شرایطی که در آن گفته شده است بخوانیم، ممکن است به اشتباه درک شود و احتمالا ترس مخربی را ایجاد کند بنابراین از شما میخواهم آن را با قلبی تسلیم شده و با احترام نسبت به خداوندمان بخوانید. به شما نشان می دهم از که باید ترسید از آن که پس از کشتن جسم قدرت دارد به دوزخ اندازد آری به شما می گویم از اوست که باید ترسید لوقا دوازده پنج ایسا به ما میگوید که از خدا بترسیم و این را یک بار نمیگوید بلکه با تکرار این دستور بر آن تأکید می کند. آنچه که حقیقتا توجه را به خود جلب می کند عبارت به دوزخ اندازد است که یک کلام محکم و نیرومند است. با این حال به جمله بعدی نگاه کنید. آیا پنج گنجشک را به دو پول سیاه نمی فروشند؟ با این حال حتی یکی از آنها نزد خدا فراموش نمیگردد حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است پس مترسید زیرا ارزش شما بیش از هزاران گنجشک است لوقا دوازده 6 و 7 توجه داشته باشید که در آیه پنج بر عبارت از خدا بترسید و در آیه هفت بر واژه مترسید تأکید کردم در اینجا بار دیگر تفاوت میان ترس مقدس و ترس نامقدس را میبینیم نمیتوانم به اندازه کافی تأکید کنم که ترس مقدس به معنای ترسیدن از خدا و در نتیجه دوری کردن از او نیست بلکه این کاری است که ترس غیر مقدس می کند بنابراین ضروری است که این تفاوت را بدانیم و بر این حقیقت استوار بمانیم اگرچه عیسی با کلام گیرا و تقریبا ترسناک شروع می کند اما همزمان ارزش غیر قابل تصور ما را نزد خداوند بیان میکند در اصل اون نشان میدهد که خدا حقیقتا ما را ارزشمند میداند و به همین دلیل هدیه ترس مقدس را به ما میبخشد این محبت با نزدیک کردن ما به بخشنده حیات و دور کردنمان از آنچه ما را تباه می سازد یعنی ترس از انسان که نقطه مقابل ترس مقدس است از ما محافظت می کند این دو بخش مهمی از بحث پیش روی ما خواهد بود اما پیش از شروع ابتدا در مورد ارزش خودمان بحث خواهم کرد طبق گفته عیسی خدا آنقدر شما را گرامی می دارد که تعداد موهای سر شما را هم می داند. علم تخمین می زند که اکثر انسانها به طور متوسط ست هزار مو روی پوست سرشان دارند. اگر ده هزار نفر را در یک اتاق قرار دهید، آیا می توانید تعیین کنید که کدام یک از آنها 99,569 تار مو دارد؟ حتی اگر درست حدس بزنید در عرض چند دقیقه باز هم اشتباه خواهید کرد زیرا هر فرد به طور متوسط روزانه پنجاه تا 100 تار موی خود را از دست می دهد. اما خدا تعداد دقیق تارهای ما را در هر لحظه می داند. این مسئله چه چیزی را به ما می گوید؟ این که ما آنقدر ارزشمند هستیم که او دائما به ما فکر می کند. داود می نویسد خدایا اندیشه های تو برایم چه ارجمند است جمله آنها چه عظیم است اگر بخواهم آنها را برشمارم از دانه های شن فزونتر است مزمور 139، 17 و 18 همه شنها به همه شنهای روی زمین فکر کنید همه ساحلها، بیابانها و زمینهای گلف. مقدار آن بسیار زیاد است علاقه مندان به علوم و ریاضیات می گویند بسته به اندازه و میزان فشردگی بسته بندی حدود 500 میلیون تا یک میلیارد دانه شن در یک فوت مربع از ساحل وجود دارد. ذهن ما به سختی می تواند تعداد بسیار زیادی دانه شن را فقط در ساحل فلوریدا تصور کند. اما فکرش را بکنید اگر تمام دانه های شن روی این سیاره را جمع کنید باز هم به اندازه افکار خدا درباره شما نخواهد بود این سوال را از خود بپرسید معمولا به چه چیزی فکر می کنید؟ به ندرت به چیزی که برایتان کم اهمیت از فکر می کنید من و لیزا چیزهایی داریم که هر سال در زمان کریسمس وقتی به انبار می رویم آنها را کشف می کنیم از اصطلاح کشف استفاده می کنم زیرا فراموش می کنم که مالک آنها هستم. حتی یک بار هم در طول سال به آنها فکر نمی کنم چون برایم ارزشی ندارند. اما اگر بخواهم تمام افکارم در مورد لیزا را در طول چهل سال زندگی مشترکمان بشمارم، ممکن است به اندازه شنهایی که نیمی از یک جعبه کفش را پر کند باشد. این مقدار تقریبا دویست میلیون فکر می شود یعنی در هر شش و سه ثانیه یک فکر مردی که تا این حد به همسرش فکر می کند به عنوان کسی که عمیقا عاشق اوست شناخته می شود تعداد افکار خدا در مورد شما از دانه های شن روی این سیاره بیشتر است آیا می توانید این مسئله را درک کنید؟ شگفت انگیستر این است که خدا اغراق یا مبالغه نمی کند. اگرچه همه ما در کنار افرادی بوده ایم که اغراق کرده اند یا اظهاراتی دور از حقیقت گفته اند، اما خدا نمی تواند ذره ای از حقیقت منحرف شود او نمی تواند دروغ بگوید بنابراین وقتی میگوییم افکار او درباره شما بیشتر از تمام دانه های شن روی کره زمین است این مسئله بسیار بزرگی است بیایید بیشتر به آن بپردازیم ارزش ما دقیقا چقدر است؟ ارزش توسط خریدار تعیین می شود یک بار پسرم در یک حراج ورزشی شرکت کرد زیرا شرکت او علاقمند بود تا پیراهن بیل رایس را که در مسابقات قهرمانی در دهه 1960 پوشیده بود بخرد. آنها از خرید منصرف شدند زیرا بالاترین پیشنهاد به یک میلیون و چهل هزار دلار رسیده بود. با اینکه بیل رایس بازیکن بزرگی است، شخصا بیش از چند صد دلار برای پیراهن او یا لباس هر بازیکن دیگر NBA نمی دادم زیرا فقط یک تکه لباس است. سوال این نیست که ارزش ما نزد مردم چقدر است زیرا این ارزش می تواند متفاوت باشد. به علاوه دنیا آنگونه که باید پیشینه خوبی در ارزشگذاری گذاری افراد ندارد. میلیون ها نوزاد در رحم مادران خود به قتل رسیدند آیا مردم برای جان این نوزادان ارزش قائل بودند؟ در مورد دختران و زنانی که برای رابطه جنسی قاچاق می شوند از جمله روسپی چطور؟ اگر ارزش آنها توسط افرادی که آنها را آنجا گذاشته اند اندازه گیری شود تنها چند صد دلار خواهد بود. اما خدا تنها کسی است که معیار واقعی ارزش را در این جهان تعیین می کند نه انسان حتی برای چیزهایی که ما ارزش قائل هستیم عیسی یادآوری می کند که آنچه مردم ارج بسیارش نهند در نظر خدا کراهت است لوقا 16 15. او همچنین این جملات قابل توجه را بیان می کند. انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد اما جان خود را ببازد انسان برای بازیافتن جان خود چه میتواند بدهد متا 16:26 برای یک لحظه تمام ثروت دنیا را در نظر بگیرید به امارات های چند میلیون دلاری املاک زیبا، جواهرات، فلزات گرانبها، ماشین های زیبا، قایق های تفریحی و هواپیماها فکر کنید. تقریبا غیر قابل تصور است. مطالعات اخیر تولید ناخالص جهانی را 84 ممیز 97 تریلیون دلار تخمین می زنند. این مبلغ غیر قابل تصور است. با این حال، عیسی به ما می گوید اگر بخواهید جان خود را با همه آنها معاوضه کنید معامله بیفایده ای انجام داده اید پس ارزش شما چقدر است؟ پولس می گوید به بهایی خریده شده اید اول قرنتیان 6.20 پیشنهاد خدا برای شما یعنی بهایی که او تعیین کرده در این کلمات یافت می شوند زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد یوحنا سه شانسته. بله ارزش این کار خیلی بیشتر از پیراهن بیل راسل است خدا ارزش ما را با گرانبهاترین دارایی خود برابر میداند در اینجا حقیقتی شگفتانگیز نهفته است اگر ارزش ما در نظر خدا حتی یک پنی کمتر از ارزش عیسی بود این معامله انجام نمیشد. زیرا خدا معامله بدون سود انجام نمی دهد. چیزی که ارزش بیشتری دارد را برای یک چیز کم ارزشتر نمی دهد. آیا می توانید درک کنید که چقدر برای خدا ارزشمند هستید و محبت خدا به شما چقدر زیاد است؟ عیسی در یک دعا اظهارات شگفتانگیزی بیان می کند تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان را همان دوست داشتی که مرا دوست داشتی یوحنا 17.23 این مسئله فراتر از درک ماست خدا به همان اندازه که عیسی را دوست دارد شما را نیز دوست دارد ممکن است فکر کنید او فقط درباره شاگردانش صحبت می کند اما اینطور نیست زیرا عیسی توضیح می دهد که درخواست من تنها برای آنها نیست بلکه همچنین برای کسانی است که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد یوحنا 17 بیست. اگر به عیسی مسیح ایمان دارید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق شهادت شاگردانش است که ایمان آورده اید عمق محبت خدا و ارزشی که او برای شما قائل است قابل درک نمی باشد با درک این حقیقت اکنون بیایید به بررسی اینکه چرا هدیه ترس مقدس در رابطه ما با خداوند امری حیاتی است بپردازیم.